دوستان گرامی، مردم و مقاومت ایران، هموطنان عزیز، گردهمایی شما به مناسبت سالگرد انقلاب ضد سلطنتی جلوه‌ای از عزم و تکاپوی پرشور خلق دلاوری است که برای سرنگونی رژیم ولایت فقیه قیام و راه حل انقلابی را در پیش گرفته است. اگر انقلاب به پا خواستن و فداکاری است، اگر انقلاب برهم زدن اساس وضع موجود است، و اگر انقلاب بستن هر راهی به سوی ارتجاع و انحراف و استبداد و وابستگی به معنی ضد استقلال است، پس شما و مردمتان کلید فتح و آزادی را به دست آورده اید. اجتماعی امروز شما دو پیام اساسی دارد. هم بازتاب صدای مردم ایران است که میگوید قیام انقلاب تا سرنگونی ادامه دارد، هم ابراز آمادگی ایرانیان دور از وطن است. شما آمده اید بگویید برای حمایت از قیام و برای بستن تمام راه‌ها به روی رژیم ارتجاعی و ضد بشری با همه وجود و عشق و عواطفتان حاضرید. به همه شما درود. دوستان عزیز، در ماه بهمن هستیم. همه خاطرات انقلاب سال 1357 رو به یاد دارید که چگونه مردم ایران شاه رو بیرون کردند و نظام سلطنتی رو واژگون. اون انقلاب برای آزادی و دموکراسی، برای استقلال و ضد وابستگی و دست نشاندگی بود. برای یک جمهوری بود که تمام مردم ایران در جبهه خلق در برابر سلطنت خواهان آن بودند. مسعود که فقط 10 روز قبل از آمدن خمینی به ایران، بعد از 7.5 سال از زندان شاه آزاد شده بود، از روز اول با صدای بلند خواستار انقلاب دموکراتیک شد و گفت به خصوص صحبت از انقلاب اسلامی نکنید. 10 روز بعد از سقوط رژیم شاه هم در سخنرانیش در دانشگاه تهران با صراحت گفت در کردستان یا در بلوچستان یا در هر کجای دیگر بهانه تجزیه طلبی نگیرید. او گفت خواستهای مردم در کردستان و در بلوچستان با تهران و آذربایجان فرقی ندارد، همش یکیست، الا اینکه این مردم زیر ستم مضاعف هم بوده اند به جرم زبانشان و به جرم ملیتشان. در مورد نحوه اداره امور کشور و حیات سیاسی و اقتصادی هم خواستار تشکیل شوراهای مردمی شد. این رو هم در آخر صحبتاش اضافه کرد که البته راه ما طولانی و پرپیچ و خم است. چرا؟ چون رهبری انقلاب را ارتجاع رو بوده. ارتجاع نه در گذشته، نه در حال و نه در آینده نمیتواند رهبری یک انقلاب را به عهده بگیرد. بله، دزد بزرگ قرن یعنی خمینی از راه رسیده بود، در اوج بود و در منتهای محبوبیت اجتماعی و مذهبی که این کار را برای ما به طور مضاعف سخت و بقرنج می کرد. این تنها نمونه و یک مورد منحصر به فرد در کل تاریخ ایران بود که مشروعیت دینی و اجتماعی و مشروعیت سیاسی ناشی از یک انقلاب در یک فرد گره می‌خورد که همه سیاسیون اون روزگار به استثنای مسعود در دیدار با اون دستش رو می‌بوسیدند. مسئله این بود که شاه و پدرش در نیم قرن دیکتاتوری جز شبکه آخوندها جایی برای هیچ کس و هیچ چیز دیگه نگذاشته بودند.
کار به اونجا رسید که شاه یک روز احزاب دستساز خودش رو هم منحل کرد و گفت حزب فقط رستاخیز. به غیر از این هر کس میخواهد یا از ایران برود یا زندان. بله، اینطور بود که خمینی که مردم براش فرش خون گسترده بودند، دیکتاتوری انحصاری مذهبی رو با مصالح بر جای مانده از دیکتاتوری سلطنتی بنا کرد. و باز هم مسعود بود که در همون سخنرانی اول، درست 10 روز بعد از به قدرت رسیدن خمینی، به صراحت گفت بوی انواع تضییقات برای نیروهای سازنده انقلاب که از قبل می جنگیدند می آید، همونهایی که امروز به صحنه نپریده اند و برای میوه چینی نیامده اند. و بعد با تمثیلی از قرآن به طعنه و به رساترین صورت گفت که نیروهای سازنده انقلاب نه تنها به این رهبری یعنی خمینی نزدیک نیستند، بلکه دور هستند، خیلی دور. اون روز این موضع‌گیری ها به لحاظ اجتماعی، سیاسی و مذهبی مطلقاً خوشایند نبود و برای مجاهدین فقط انزوا، فشار و محدودیت به همراه داشت، کمان که مجاهدین با تحریم رفراندوم ولایت فقیه چماق ها و گلوله ها رو به جان خریدند. همه اینها لازمه حفظ شرافت و قیام به وظیفه و یک مسئولیت تاریخی بود و الا امروز آلترناتیو دموکراتیک شایسته‌ای در کار نبود. کار دیگری که برای خمینی و آخوندها در همون اولین ماه حکومتشون خیلی گزنده بود این بود که مسعود گفت خواهرانمون که خودشون روسری داشتن به حفاظت و حمایت از زنان بی‌حجاب برن، که عکساش در همون زمان منتشر شد. و باز بعد هم در 21 اسفند سال 1357 اطلاعیه مجاهدین دقیقاً با همین کلماتی که میگم اعلام کرد انقلاب هیچ گونه تردید و انکاری را در آزادی کامل حقوقی و سیاسی و اجتماعی زنان نمیپذیرد و هر تحمیل جبریه، هر شکلی از حجاب و هر تحمیل جبریه، هر شکلی از حجاب بر زنان این میهن نامعقول و نامقبول است. اما این حرفا به گوش خمینی نمیرفت. با زن ستیزی و اجبار و سرکوب مضاعف زنان اونها رو در بند و محبوس کرد. خون ریخت و خون ریخت و خون و تا توانست مردم ایران رو سرکوب، تحقیر و غارت کرد. مردم ایران رو اسیر فقر و محرومیت و درماندگی کرد. روزگار همه رو سیاه کرد. اما مردم ایران و فرزندان و رهبران حقیقی آن سرخم نکردند و مقاومتی عظیم را آغاز کردند، سازمان دادند و با پرداخت قیمت بی‌نظیر در تاریخ ایران به مبارزه با این رژیم برخاستند. مقاومتی که بیش از 4 دهه درگیر یک جنگ تمام عیار آزادی بخش با این رژیم و بالاترین سرمایه ملی و میهنی مردم ایران برای رهایی از چنگال استبداد دینی است. و امروز بعد از گذر از هزاران تنگه و فتنه و کورانهای سخت، مردم ایران به قیام 1401 رسیدند با سلسله از قیام ها، قتل عام ها و نبرد ها که داستان طولانی دارد، با پشتوانه 57 سال نبرد بیوقفه به مدت 6 دهه با دیکتاتوری های شاه و شیخ، داستان رزمندگان آزادی که با عبور از همه فراز و نشیب ها عزم جزم کردند که برای آزادی و نفی
هر گونه ظلم و دیکتاتوری و هر گونه اجبار مبارزه کنند و آزادی را به ایران زمین بیاورند. البته با تشکیلات عظیم مقاومت و مجاهدین که هر قدر که با اون دشمنی کنند و اون رو نفی کنند، اما انکار کردنی نیست. حالا تلیعه آزادی در ایران زمین سرخ فام از خون 120 هزار زن و مرد شجاع رو همه جهان به چشم میبینند. ابعاد جنایت و سرکوب از طرف دیگه، شهامت، شجاعت، دلاوری و پرداخت قیمت از طرف شورشگران و قیام کنندگان رو همه میبینند. پس شایسته است که دنیا در همبستگی با قیام و قیام آفرینان در کنار ایران و مردم ایران بایستد. دوستان و هموطنان، نیروی بیشماران یعنی نیروی جوان، آگاه و رزمنده به میدان آمده است و زنان دلیر در صف مقدم این مبارزه ایستادند. در اینجا چند نکته مهم و قابل توجه وجود دارد. اول اینکه کشتارها و دستگیری‌های گسترده نتوانسته مردم و به ویژه شورشگران رو مرعوب و خاموش کنه. مقاومت ایران اعلام کرد که در جریان این قیام 30,000 نفر دستگیر شدن. بعدن رسانه های رژیم شمار دستگیر شدگان رو 29 هزار نفر اعلام کرد و اخیراً سپاه خامنه‌ای رسماً اعتراف کرد که فقط در تهران حدود 10,000 نفر رو دستگیر کرده. اما سرکوب وحشیانه به جای یأس و انفعال منجر به انفجار خشم و بیزاری عمومی شده. دوم اینکه رژیم مردم بیگناه و بیسلاح رو ناگزیر به دفاع از خود کرده. طبق آمار اعلام شده در رسانه‌های رژیم تا به حال بیش از 7,000 نفر از عوامل سرکوب در جریان درگیری‌های این مدت زخمی شدند. بیش از 1,000 پایگاه بسیج و سپاه پاسداران و مقرها و اماکن حکومتی به آتش کشیده شده. همچنین 700 مورد خودروها و تجهیزات نیروهای سرکوبگر و 800 مورد مراکز مالی و چپاول حکومت غارتگر و سپاه اون مورد تهاجم قرار گرفته، به طوری که ایستادگی و مقاومت و تهاجم جوانهای شورشگر نیروی پشتیبان رژیم رو عمیقا مأیوس و بیمناک کرده. خامنه‌ای شخصا در آذر ماه گذشته به مزدوران بسیجیش دلداری میداد و از اونها میخواست که روحیه خودشون رو حفظ کنن. و سومین نکته، ناتوانی رژیم در پاسخ به خواستهای یک جامعه 85 میلیونی. خامنه‌ای و دار و دسته اون هیچ چاره یا برنامه و نقش مسیری ندارند. قیام مختصات جامعه و ذهنیت عمومی رو تغییر داده و اون رو به سوی برچیدن بساط حکومت به حرکت درآورده. خونسا کردن شرایط قیام خیز کنونی نیازمند تغییرات بنیادین سیاسیه که خامنه‌ای هرگز به اون نزدیک نمیشه و اون رو به درستی مترادف سرنگونی رژیمش میدونه. از لحاظ اقتصادی هم جامعه نیازمند درمان مبرم و بهبود بنیادین وضعیت اقتصادیه، اما خامنه‌ای و رئیس جمهور جلادش دقیقا در جهت عکس حرکت میکنند. اساس سیاست اونها همچنان دزدیدن از سفره‌ها و جیب‌های مردم ایرانه. خامنه‌ای اخیراً به فروش دارایی‌های دولتی رو آورده و به هیئت مأمور این فروش‌ها مسئولیت قضایی داده.
این گام مهم دیگه‌ای برای غارت اموال مردم ایرانه. بنابراین خامنه‌ای به اجبار در مسیری حرکت میکنه که هر گامش سوخت رسانی به این قیامه. و خامنه‌ای امروز به سپاه آدم کشان خودش و گلهی شکنجگر و قاضی مرگ تکیه میکنه تا بتونه رژیم پوسیدش رو حفظ کنه. اما اگر سرکوب چاره کار بود، قیام کنونی هرگز فوران نمی کرد. نتیجه اینکه همه راه ها به سوی گذشته مسدود شده و درجا زدن در اوضاع فعلی قابل دوام نیست و این موقعیت فقط یک برون رفت دارد: سرنگونی فاشیسم دینی و استقرار یک جمهوری دموکراتیک مبتنی بر آرای مردم ایران. هموطنان عزیز، دوستان گرامی، رژیم آخوندی در برابر طوفان قیام و انقلاب علاوه بر دستگیری و کشتار به انواع حیله ها و فریب ها رو میاره تا برای خودش زمان و عمر اضافه بخره. تحولات این قیام نشون داد که چگونه خامنه ای از بقایای دیکتاتوری سابق چه پنهان و چه آشکار استفاده می. فاکت های غیر قابل انکار نشون داده که سرنخ این خیمه شب‌بازی ها در دست وزارت بدنام یا سپاه پاسداران و کارکرد عملی اون بر ضد قیام و سرنگونی. اما بر اثر فراگیری شعار مرگ بر ستمگر، چه شاه باشه چه رهبر، هرچند که به قیمت دستگیری بسیاری جوانان شورشگر تموم شده، اما توهم بازگشت به دیکتاتوری پیشین فرو پاشید و در آینده هم بیشتر محو خواهد شد. اثبات شد که مرزبندی نشان شیخ که از 14 پیش خط قرمز شورای ملی مقاومت و مجاهدین بوده اصالت داره و انقلاب دموکراتیک برآمد نفی شاه و شیخ و ادامه و تکامل تاریخی راه برد مصدقی موازنه منفیه. بله، باز به همون نتیجه میرسیم که مهمترین و بزرگترین درس قیام اینه که پاسخ مسئله ایران سرنگونی فاشیسم دینی و استقرار یک جمهوری دموکراتیک مبتنی بر آرای مردم ایران است. پاسخ در آلترناتیو سازی های مجازی و صرفا رسانه‌ای نیست. نیازمند پرداخت قیمت و بها و خونبها در روی زمین است. رود سرخ خون شهیدان که بیش از 40 سال است بی وقف جاری است، جایی برای بازگشت به گذشته باقی نمی گذارد. باید رو به آینده حرکت کرد. بدون فدا و مجاهدت کاری از پیش نمی رود و جز خودمان کسی این کار را برای من انجام نمی دهد. بنابراین به همین دلیل شما هموطنان عزیز در هر کجا که هستید باید بدون استثنا خود را شورشیار و پیک و قاصدی برای انقلاب دموکراتیک ایران بدانید. دیگه تحریم های درو
درود درود. دیگه تحریم های سمبولیک یا بی اثر و کم اثر کافی نیست. خامنه ای و رئیسی و روحانی و ظریف و همه اونهایی که دست در خون فرزندان ایران دارند باید مورد محاکمه بین المللی قرار بگیرند و حساب یکایی که خونهای بناحق ریخته در این 44 سال از جمله جانباختگان حمله موشکی به هواپیمای اوکراینی رو باید پس بدهند. حسابرسی اصلی البته در دادگاه های مردم در ایران آزاد فرداست. سپاه و اطلاعات خامنه ای نه فقط لیست گذاری بلکه باید منحل شوند. این لازمه صلح و امنیت بین‌المللی است. لازمه صلح و امنیت بین المللی است و باید مورد تصویب جامعه جهانی و ارگانهای بین المللی و پارلمانها و دولتهای ملتزم به حقوق بشر قرار بگیرد. سفارتهای رژیم باید تعطیل شود. سفارتهای رژیم باید تعطیل شود. زیرا این لانه های جاسوسی و صدور تروریسم بنیادگرایی مراکز لوجستیک و پشتیبانی عملیات سرکوب قیام هستند. پاسپورت های مزدوران مثل همان حکم دادگاه بلژیک درباره بمبگذاران باید باطل و کلیه عوامل و کاربران سپاه و اطلاعات و نیروی قدس آخوندها باید اخراج شوند. جامعه جهانی باید حق دفاع از خود و حق مقاومت و سرنگونی فاشیسم دینی را برای جوانان و مردم ایران به رسمیت بشناسد. فهرست ابزار جاسوسی و تجهیزات سرکوب و سانسور که کمپانی‌های غربی به رژیم فروختند حیرت آور است. این معاملات آغشته به خون باید متوقف شود. دوستان عزیز و ایرانیان آزاده، 14 هست که یک نبرد شگفت‌انگیز و پر امید برای احقاق اساسی ترین حقوق مردم ایران در جریان است. برای آزادی، برای نفی هر گونه ظلم و دیکتاتوری، برای یک جمهوری دموکراتیک و حاکمیت مردم، برای عدالت اجتماعی و یک ایران بدون فقر و دزدی و چپاول، برای جدایی دین از دولت، حقوق ملیت‌ها و خودمختاری کردستان، برای آزادی عقاید و ادیان، برای حقوق برابر زن و مرد و تعیین کنندگی نقش زنان در رهبری سیاسی، برای کنار زدن حکومت اجباری، دین اجباری و حجاب اجباری و برای آزادی زندانیان سیاسی و برچیدن بساط شکنجه و اعدام و تفتیش عقاید. آنچه در خیابان‌های ایران جاری است امتداد یک نبرد 40 ساله است با همان شعارها و ایده ها و آرزوها، با پیشتازی زنان و دختران شورشی و شجاع و جوانان شورشگر و کانونهای شورشی که به سمت سرنگونی و به سمت یک ایران آزاد به پیش می رود. و آری، همه به پیش می رویم.
اجازه بدید صحبتام رو با تبریک ساروز میلاد پیشوای تاریخی مجاهدین علی علیه السلام به پایان برسونم که در آخرین سخنانش سفارش کرد یار ستم دیدگان و خصم ستمکاران باشید. باشد که قیام و انقلاب ما در پایان دادن به شب تاریک ستم و سرکوب و در نجات و آزادی سرکوب شدگان و ستم دیدگان هرچه زودتر به پیروزی دست یابد. سلام بر مردم ایران، سلام بر آزادی، پیروز باد انقلاب دموکراتیک مردم ایران. Yeah.